حواسمون باشه ما ایران داریم، ما ایرانمون رو میخواد نجات بدیم. حجم محتوای ضد به ویژه اسلام جمهوری اسلامی در شبکه‌های مجازی چقدر زیاد شده، ولی تا به حال در طول زندگیش، در طول سخنرانی و صحبتاش، کوچکترین خودشیفتگی من تو این فرد ندید. آزادی خواهان واقعی، کسانی که دموکراسی رو فهمیدن، میگن ما پادشاهی خواه پارلمانی هست. چجوری میتونم امیدوار باشم؟ خب به حال اینا هستن هنوز دیگه، قدرت در دستشون. اینا رو هم آموختن، تجربه هم کردن، دوباره بعدش همینه. من ایرانی، من یک شهروندی که در اون جایگاه نیستم، جز عضو خارج نیستم، یک شهروندی کاملا معمولی هستم، من چیکار باید بکنم در مقابل اینا؟ شما جایی دیدی که شعار مرد میهن آبادی رو ترجمه کرده باشن بخوام به سیاسیون خارجی اینو بخوام تعلیق؟ نکردن. چون حرف تو زمانی درست میشه سام که بیان روی تابلوهاشون وومن لایف فریدم رو که گذاشتن پایینش هم بیان ترجمه کنن مرد میهن آبادی قرار بدن و بخوام به خارجی. نه، تو خودشون، حرف تو خودشون بود. این در همین حدم نگرفتن، در همین حدم نتونستن همدیگه رو تحمل کنن. خب بخشش فرهنگی و عقیدتی هم بود دیگه، برای اینکه همیشه ترسوندن از اینه که زن نباید قدرت داشته باشه، زن اگر زن نباید پر رو بشه. این از کودکی، ببین، به کودک معصوم، به کودک پسر میگن مواظب، حالا بچه تر سنش کمتر از خواهرشه، مواظب خواهرت باش، مواظب ناموست باش، مواظب مامانت باش، تو مردی، ناموس، غیرت داشته باش. یعنی اینا رو تزریق میکنن و دائما ما تو تمام آیه ها میبینیم، تو تمام رساله ها میبینیم که چقدر بر علیه زن گفته شده، از شیطان بودن زن. اینا یه جورایی نهادینه شده است در بسیاری از بندان، اینو فراموش نکنید. اینم هست. در کنارش هم خب جمهوری اسلامی خیلی از این مسئله سر کرد بهره مند بشه، استفاده بکنه. در کنارش هم متعصبین و اینکه ما چی، مردا چی، ما عقب موندیم، در صورتی که عمق زن زندگی آزادی بسیار عمیق و یونیک. اصلا انقلاب رنسانس ژینای ایران مهسا امینی، بهتر بگیم یه چتر گسترده ای هستش که بر سر همه این موارد، یعنی عملا اون چتریه که روی حال عمل گرفته عمل. آره، و بعدم از بحثم که نباید بترسیم، یعنی من فکر می‌کنم اتفاقا ما اگه بتونیم همه چی در قالب بحث نگه داریم و بپذیریم، با هم خیلی بابک صحبت کنیم راجع به این که در قال در این تفاوت‌های دیدگاه ما یه هدفی داریم که باید با هم همکاری کنیم، این مهمه. وگرنه که قطعا بحث هست، چالش هست، گفتگو هست و احتمال رشد میاره. به همین دلیل اسلام عزیزم من گفتم اوکی، اینا رو میتونین اگه می‌خوای اضافه کنین، زن، مرد، میهن، آبادی. اینجوری فقط سر این مسئله آره نه این بجنگید. مسئله ما، صورت مسئله ما بسیار مهمتر از حواشی. صورت مسئله اصلی ما گذر از جمهوری اسلامیه. اصلا این مهمترین اصله به نظر من که متاسفانه سیاسیون ما خوبکجان. ببین، ما هیچ وقت دموکراسی در کشورمون به معنای واقعی که نداشتیم. یه مقدار سکولاریسم رو به خصوص در دوره پهلوی ما میتونیم ببینیم که بود سکولاریسم، ولی هیچ وقت دموکراسی به معنای واقعی که نداشته کشور ما، به خصوص 1400 سال اسلام وارد شد، حمله کرد، کشت و چه بلاهای سر ایران رو. ولی البته یه دموکراسی کوچیکی ما دون دوران مشروطه در دوران چیز داشتیم، دوران مصدق گفتم به معنای واقعی فتره زمانی کافی نیستش دیگه، تا بیاد فرهنگی بشه واسه یک جامعه زمان میخواد و یک سیستم درست میخواد که جامعه به ما دوباره سازی یک سیستم درست دوباره سازی فرهنگی میکنه، نه با کذب و دروغ و تحریف تاریخ، بلکه با حقیقت ها. آلمان، شما اتریش، ببخش، شما اتریش زندگی میکنه، آلمان شما نگاه کنید، آلمان کودکان و زن و جوانان رو میبرن، دقیقا میبرن به جنایات هایی که هیتلر کرده. و وقتی که معلم داره صحبت میکنه نمیگه که هیتلر کرد، میگه ما کرد. ما میدونی وقتی به دانش آموز بهش میگی ما کردیم، احساس مسئولیت میدی، احساس نفرت از این همه بشرکشی، از این همه جنایت، از این همه خودشیفتگی ناشرفی و بیشرفی که در تاریخ من بوده. اینا خیلی از نظر سایکولوژیکلی مهمه. ما نباید بکنیمش مدینه فاضله گذشته و یا مدینه فاضله
مدینه فاضله آینده که هنوز نیومده اونو میخوان. شما نگاه کنید اینجوری دارن با هم میجنگن، میگن اون نبوده، اینم میگه ما میخوایم اون بشه. یعنی کدومشون با شعور سیاسی دارن صحبت میکنن؟ واقع بینانه نگاه کنیم، به تاریخمون نگاه کنیم، به ضعف‌ها و قوت‌های تاریخمون نگاه کنیم و اشخاصی که در رأس حکومت بودن چه خدمتهایی کردن، چه اشتباهاتی کردن. اشتباه دیگر سیاستمداران اینه که اصلا متوجه نیستن که سال 57 14.5 گذشته، نسل به نسل عوض شده، اینترنت اومده، دنیا تغییر کرده. با همون تحلیلاتشون مردم داخل کشور، من بارها بهشون گفتم شماها توهین دارید میکنید به مردم داخل کشور ما. تحلیلتون تحلیل 57ه، مردم رو با اون تحلیل نگاه میکنید و دارین مردم رو با فوبیای آینده میترسونید که اینم لنگه خمینی خودعه میکنه، اونم لنگه اینه، اونم لنگه اینه. و بچه های دهه 80 میگن این صدای بچه های دهه 80. اگر شماها فکر میکنید که ما با بودن جمهوری اسلامی، حکومت اسلامی آدمخوار، جنایتکار، راندخوار و قاتل تونستیم بجنگیم و بایستیم در مقابل یک همچین دیکتاتور مستبدی، آیا فکر میکنید که از فردای دیکتاتور ما نه متوجه نشیم و اجازه بدیم که فردا دیکتاتور بیاد بر سر ما؟ وای به حال شما که شما ما را نشناختید. اینو من میگم توهین میکنید به مردم داخل کشور ما با این تحلیلای آبکی که دارین میکنید، تحلیلای فسیلی. تو نگاه کنید به جامعه الان ایران، بابا بچه 15-16 ساله چنان تحلیل سیاسی میکنه، تحلیل اجتماعی میکنه، تحلیل دینی میکنه. تو دخونتون رو ببندین برین. خیلی جلوتر از ماهایی هستن که در خارج از کشور هستیم واقعا. ابسولوتلی دکون دینی بسته شد رفتی دکون سیاسی. بابا دست بردارین از دست سر این ملت، پشتین خودتون اومدین خارج از کشور، در جای امن دارین زندگی میکنین. این درده. اما این مسئله، این تیکه خیلی مهمه. ببینید این اتفاق باید میافتاد، این اتفاق به جان هم افتادن، اینا درس بود، اینا آموزش بود، اینا آزمایشگاه بود. به نظر من یک آزمایشگاه بزرگ سیاسی بود برای این اپوزیسیون. این آزمایشگاه بسیار مهم بود. اما امیدوارم شما خودشیفتگان اپوزیسیون، امیدوارم از این 10 ماه درس گرفته باشید، از اشتباهات خودتون، نه اشتباهات طرف مقابل. مقصر شناختن که کاری نداره، برگرد انگشت رو به طرف خودت، بگو اشتباه ما تو این 10 ماه چی بود، ما چی کار کردیم که افول بکنه خیزش ملت، ما چی کردیم که این چنین بر سر ملت دارن میارن جمهوری اسلامی. اینجاست که اون وقت حالا امیدوارم اگر یک همچین حرکت و اتفاقی بیفته، حالا ما باید بریم سراغ یک شورای ملی. ببین اینا حتی از کلمه ملی هم اتنیکا میترسن، چجوری توهین میکنن به فارس توهین. بابا حتی احزاب اتنیکی ها، یعنی من واقعا فکر میکنم فاصله زیادی بین احزاب. ببین مردم داخل کشور ما اصلا کم، مردم کردستان و بلوچستان و آذربایجان و شیراز و اصفهان و تهران و گیلان و مازندران اصلا اینجوری فکر نمیکنن. الان هم که دارن به ریش شماها میخندن و در کنارش زهرخند میکنن به شما که شماها کجایید، ما کجاییم. و حال الان وقتشه که در کنار همدیگه یک شورای ملی، ولی رهبریت داشته باشه اون شورا. این شورای ملی به معنای واقعی که تمامیت ارضی حرف اولشو میزنه، ایران بانوی ویران ما حرف اولشو میزنه. اینو اگر بتونن درک بکنن چپ و راست، اون وقته که ما میتونیم، اون وقته که واقعا حرکت‌های دیگه‌ای داریم می‌بینیم، ولی اتفاقات جدیدی داره میفته. من فکر کنم حالا اون اتفاقی که افتاد، اتفاق در واقع پارسال، قتل مهسا و جنبش پرخروشی که به راه افتاد، به هر حال برنامه ریزی شده نبود. خیلی از افرادی که اتفاقا این جنبش رو پیش بردن و سهم بزرگی داشتن، اصلا اولین بارشون بود شاید که کار سیاسی میکردن. و اما یک کلاس درس یک ساله رو ما الان گذروندیم، هم اختلاف دیدیم، هم همراهی دیدیم، فهمیدیم وقتی مردم با هم باشن چه قدرتی دارن
چجوری میتونن سران غربی منفعت طلب رو هم به تعظیم وابدارن و همین که دیدیم وقتی بینش اختلاف بیفته چجوری اونا پس میکشن و چجوری ما ضعیف میشیم و چجوری جمهوری اسلامی جلو میاد و انتقام میگیره. یعنی جمهوری اسلامی حکومتیه که جلوی زور کوتاه نمیاد، من اینکه زور پرزور باشه اون موقع خیلی خوب کوتاه میاد. و یادم گرفتیم که به حرفها به وعده وعیدهایی همچه حکومتی اعتماد نکنیم، اگر که به خاطر زور جنبشی امتیازایی دادن فکر نکنیم که اینا حتی اگر قانون شد ماندگار خواهد بود. به محض این که اینا پاشونو محکم احساس کنن میان جلو بیشتر از قبل. به همین دلیل است که باید از ریشه کنده بشن. و بعد یعنی من فکر کنم ما خیلی تجربه خوبی به دست آوردیم، ارزشمند مرورشون اگر بکنیم. و الان داریم برنامه ریزی میکنیم، چند ماهی هست برای سالگرد. و همینجا یه مژده‌ای هم بدم که حالا حداقل من آمریکایی که من هستم میدونم که گروه‌های زیادی هستن که دارن کار میکنن، گروهایی که اصلا جناح و اینا هم خیلی براشون مسئله نیست. اتفاقات خوبی خواهد افتاد در سالگرد. من خودم که میرم واشنگتن دی سی و میدونم که یک جمعیت بزرگی قراره اونجا بیاد و حالا اگه کسی هم خواست کانکت بشه به ما، به این جنبش ها کانکت بشه، حتما همین زیر یه کامنتی چیزی بذاره ما حتما باش تماس میگیریم و مطمئنا اتفاقات خوبی میفته. اتفاقات خوبی در راهه، فقط یادمون این تجربه ها رو یادمون نره، این چیزایی که تو این یک سالی آموختیم. من همین می‌خواستم فقط بگم یه تبلیغاتی بکنم. مثلا نه، مسئله تبلیغات نیستش، مسئله اینه که همدیگه رو آگاه کنیم و به همدیگه بگیم که چه اتفاقی داره میفته. یعنی همبستگی و این فقر همبستگی که ما فرهنگی همیشه داشتیم اومد خودشو نشون داد که ما میتونیم فقیر همبستگی نباشیم تو این فرهنگ، ولی متاسفانه این اتفاق افتاد. ولی این اتفاق برای من از نظر تحلیل روانشناسی سیاسی و روانشناسی فردی اپوزیشنی خیلی سخت و دشوار نیست هضمش، برای اینکه همش 10 ماه گذشت از اون اتفاق بزرگ تاریخی. بعد از دیوار برلین دیوار جمهوری اسلامی شروع کرد به ریختن و ما نباید ناامید بشیم. مهم اینجا اینه که از این دانشگاه 10 ماهه کی چی بیرون میاد. آیا تجدیدی میاری به قول خودمون و یا آیا رفوزه میشی و یا آیا با افتخار قبول میشی. دانشگاه دانشگاه بزرگی بود، دانشگاه 10 ماهه تاریخ به خودش دید و میشه درس برای تاریخ شناسان در دانشگاه ها، در رشته های مختلف، رشته علوم سیاسی یکی از بهترین درس ها درس ایرانه. ها اینجا تکلیف خودت رو باید روشن کنی، چه به عنوان اپوزیسیون که هستی، چه به عنوان فرد و یا خانواده که هستی، چه خارج و چه داخل کشور که هستی. حال با این مسئولیت باید بری جلو که مسئولیت من حضور یک همچین تجمع بزرگی برای سالگرد ژینای ایرانه. این مسئولیت فردی و خانوادگی منه. تو تظاهرات بابک جان شما خود سام دیدید با بچه هاشون با ویلچر اومده بودن، آدم ها با ویلچر اومده بودن و یا با کالاسکه بچه هاشون آورده بودن. اینا اتفاقات بزرگی بود که خیلی خیلی به یک باره این رنسانس به وجود اومد. رنسانس میتونه 100 سال 200 سال دیگه به وجود نیاد در ایران، اما در خاورمیانه، اما این اتفاق از ایران شروع شد و اینو باید خیلی بزرگ ببینیم. دنیای غرب اگر رنسانس نداشت که به اینجا نمیرسید و حال اینجاست که باید از این دانشگاه بزرگ و از عزیزان داخل کشور و جوانای دهه 80 درس بگیریم، بیاموزیم و ببینیم چگونه از این دانشگاه میتونیم فارغ التحصیل بشیم. عرض کنم که من یه سوالی الان اینجا پیش میاد که شما الان فهمیدین که خب این یک دانشگاهی بوده، هم شما هم سام و 10 ماه نمیدونم دورهای تخصصی انقلاب و جنبش و ایکس و ایگرگ رو گذروند. اوکی، خیلی هم آموختیم، خیلی هم عالی. اما قبل برنامه یه چیزی رو مثال زدم، گفتم ما خیلی از افراد الیت جامعه هستن در داخل این اپوزیسیون وجود دارن که متخصصن، جامعه شناسن، علوم سیاسی خوندن.
اما از علمشون دانششون درست استفاده نمی کنن به خاطر اون قضیه تعصب و اون خودشیفتگیی که دارن. خب ما الان چجوری میتونیم بازم ما من مردم من که یکی از اون مردم داخل ایران یا خارج از ایران در نظر بگیره هستم چجوری میتونم امیدوار باشم؟ خب به هر حال اینا هستن هنوز دیگه، قدرت در دستشونه، این اپوزیسیون خارج کشور، فاندها دستشونه، پول دستشونه، مدیا دستشون هست، مینستریم دیگه به هر حال دست ایناست دیگه، میبینیم. و همچین مشکل میتونیم بگیم مشکل روانی دیگه، درسته؟ اینجا میتونیم همچین مشکل روانی هم دارن، اینا رو هم آموختن، تجربه هم کردن، دوباره بعدش همینه. چجوری میتونیم بفهمیم که اینا این عینک دودیه رو برداشتن و میتونن الان درست تصمیم بگیرن؟ درسته که داریم میبینیم نیست. من ایرانی، من یک شهروندی که در اون جایگاه نیستم، جزء عضو خارجی هستم، یک شهروندی کاملا معمولی هستم، من چیکار باید بکنم در مقابل اینا؟ اولا که اینا در همین طی 10 ماهه خودشونو خیلی نشون دادن، دوم خروسای خیلی زده بیرون، اینو فراموش نکنید. بسیاری از مردم بسیار آگاهن، حواسشون هست که کی چی داره میگه، نقشش چیه، هدف من چی رو داره تخریب میکنه، خودشو داره بولد میکنه. مردمو ببین، درد اونجا اینه که اگه ما مردمو احمق بدونیم خودمون احمق تر از اون. مردم دیگه احمق نیستن، مردم کشور ما سیاسی شد، جامعه ما به یک رشد بزرگی رسید که بفهمه باید سیاسی باشه. در آلمان یکی از بزرگترین کانال پربینندهش یک کانال برای تینیجران و جوانان برنامه سیاسی، به زبان خودشون سیاست رو می آموزند. اینجاست که جامعه ما به یک بار سیاسی شده خارج و داخل کشور. اما این الیت های خودشیفته، اینا دوم خروسشون زده بیرون، دیگه اون حال و هوا رو ندارن مثل ملت. آخه خانم دکتر، آخه مشکل اینه که اینا با اون پول و مدیایی که دستشون هست دارن یه جورایی هم به همون مردم دارن میگن و این دومه خروس نیست، دومه سیمرغه، همون سیمرغ که میخواد بیاد ایران نجات بده. اینم دارن الغا میکنن دیگه، میدونی چی دارم میگم؟ ببین خود مدیا وقتی نگاه میکنیم، بعضی از مدیا هم شدیدن زیر انتقاد میرن، یعنی اون اعتماد سلب شده از بعضی از مدیا ها، اینم فراموش نکنیم. ببینید یه واقعی که یه مسئله حقیقت شد از دید من اینه که ببینید دنیای غرب از سکولار لایسیته شدن دنیای میدل ایست، کشورهای همسایه، امارات شما نگاه کنید، دبی شما نگاه کنید، شما ببینید دبی اصلا دبی چیه؟ از اروپا جلوتر، از بیکینی مارمزون با بیکینی تو بیچ ران راه. البته رو یه سری از چیزها البته نمیتونیم باید بگیم رو چه موردی، تو دموکراسی که نیست از نظر چی مثلا نیست، نه حقوق بشر دارن نه دموکراسی دارن. یعنی سعودی عربیا و سعودیه و امارات متوجه شدن که بابا با اسلام چی درست میشه، ظاهر اسلامو نگه میداریم، خودشون هم به اکثریتشون نه اهل نمازن و اهل همه چی هم هستن، ظاهر رو برای مردم نگه میداریم، اما دنیای غرب رو وارد کشورمون میکنیم، اجتماعی از نظر اجتماعی از نظر زیست. اینجاست که دنیای کشورهای همسایه مثل ترکیه، شما اردوغان رو شما نگاه کنید، اینا طبیعتا وقتی لایسیته دموکراسی سکولاریسم لایسیته در ایران میشه، تاثیر مستقیم میذاره رو تک تک کشورها و این خیلی خیلی ترسناکه براشون. و همین دلیله که حاضرن کلان کلان خرج بکنن و تلویزیون بزنن که رو هوا انقلابا رو نگه دارن، بیشتر گیج بکنن. ولی مردم خیلی راحت خیلی چیزا رو دارن متوجه. آف کورس ما خیلی راحت هم میتونیم گیج و گنگشته بشیم، کانفیوز بشیم، آف کورس مردم هم شدن. اما 10 ماه هم خیلی طولانی نیست، اینا فرمون حتی 45 سال برای انقلاب طولانی نیست. ولی الان مردم هی دارن آگاه‌تر و آگاه‌تر میشن. مهم اینجا اینه که همه ماها رو درواسی نداشته باشیم، مماشاتی با هیچ کس نداشته باشیم، به دور از توهین نقد سازنده بکنیم از افراد، نامشون هم بیاریم. آقا خانم نقد من از تو اینه، تو به عنوان یک لیدر، تو به عنوان یک الیت یه همچین کارایی رو میکنی. خب بیننده وقتی داره نگاه میکنه خیلی چیزا لااقل یه دفعه احساس میکنه که اوکی اینطوری هم میشه دید، با این دیدگاه میتونم ببینم، سوال براش پیش میاد، دوباره اون شک دیگه‌ای براش به وجود میاره و این مغز شروع میکنه بیشتر به کار کردن و خرد فردی خودم، خرد فردی که خرد جمعی میاره دیگه. این فراموش نکنید. ببین یه مسئله دیگه که خیلی مهمه
ریزش داره زیاد میشه از درون کشور، از درون حکومت. این مهمه، ولی حواس باید خیلی خیلی جمع بشه. برای که من همیشه گفتم نواندی شدید که اصلاح طلب ها میخوان مصادره بکنن، ولی مسئله اینجا اینه که این اتفاقی که داره میفته، این مثلا شما نگاه کن یارو مهدی نصیری از اصولگرای تند و تیز یه دفعه میره میگه حضرت مهسا امینی سر مقبرش. این مهمه، اینا رو ما نباید بلیتلش بکنیم، بی ارزشش بکنیم، ما نباید دفع کنیم، ما باید برای وصل کردن باید تلاش بکنیم، چون اینا در آینده نمیتونن که قدرت داشته باشن. وقتی در کنار یک حرکت ملی و همبستگی ملی باشن، خب اینا کار خودشون رو کردن، امتحان خودشون رو پس دادن، مردم که نمیرن رای بدن به این افراد در فردای دموکراتیک و رای گیری. ولی دفع نباید بشن، یا اون مدعی که کویتی پور، دقیقاً همین رو میخواستم بگم من با اون آهنگ انتقادی که اومد داد بیرون. آره شما نگاه کنید در آمول چه اتفاقی افتاد واسه غزاله، با لباس سفید اون طایفه رفتن و شروع کردن از خون جوانان وطن لاله دن. از اون طرف یزد رو شما نگاه کنید، البته غزاله رو دوره قبلش رو اگه شما نکنم مزارش رو دیوار کشیدن. اتفاقا امروز هم مادرش هم یه پیغامی هم داد که گفتش که حتی اگر دیوار برلین هم بخواییم، به بزرگی دیوار برلین هم بخواییم دور قبل دخترم بذارید بکشید، مردم بازم اون مسیر رو پیدا میکنن و به پهلوی آره غزاله میاد. مگه با خاوران نکردن؟ خاوران هم دیوار کشیدن. اما ببین این انقلاب دادخواهیه، انقلاب امپریالیست، ضد امپریالیستی و ضد استبدادی و ضد این بازی ها نیست. ما یک حرکت ملی میبینیم، از هر طبقه ما داریم میبینیم توی این، به خصوص طبقه متوسط ما خیلی خیلی زیاد دیدیم، و جامعه‌ای که رفته زیر خط فقر و طبقه متوسط چقدر کمرنگتر و کمرنگتر شده. در دسول ما دیدیم یک همچین حرکت، اولین عاشورایی که اینا باختن با این همه خرجی که کردن، ولی باختن و از درون داره ریزش میکنه. ریزش درون و امثال چپ و رادیکال چپ و نمیدونم آقای ایمان سلیمان اینا بلیتلش میکنن، بی ارزشش میکنن اگه دقت کنید. ولی به نظر من ما باید ببین مسئله اینجا اینه که ما بخشی از قشر، ما چند بخش قشر خاکستری داریم، قشر خاکستری همچنان متدین اما جمهوری اسلامی رو نمیخواد و هراسناک هم هستش که کافران نیان ما رو دختر و خانواده ما رو بی حیا و فاسد بکنن. اینم جمهوری اسلامی خیلی تاکید داره روی این قضیه. این یه قشر خاکستریه و حجاب نکنه بیان به زور مثل رضا شاه پهلوی از سر ما بکشن، چون جمهوری اسلامی خیلی اینو تبلیغ کرد، هم تجزیه طلبی رو تبلیغ کرد، هم فساد رو تبلیغ میکرد، ولی باخت. با طرز صحبت به من یک کافر ملحد ایتیست، یک تابو شکن فرهنگی هم. همیشه بودم، ولی چطور میتونم به خودم اجازه بدم به توی بیننده ای که الان داری برنامه من رو نگاه میکنی بگم حجاب نداشته باش؟ من کیم که به تو بگم چه بکن؟ تو حق مسلمته که حجابتو داشته باشی، اما همیشه سوال بکن به اعتقادی که به تو تحمیل شد. همیشه سوال بکن حتی به اسمت. اسمت هم خودت انتخاب که نکردی، ما هیچی اونو خودمون که انتخاب نکردی، همه چی تحمیل شده ای ماست، حتی پدر مادر و نام و جایی که به دنیا اومدی. اینا رو به خودت اجازه بده و تابوهایی که ما شکستیم، همه ما، بسیاری از ما، نه همه ما، بسیاری از ما، این تابوها دیگه اون ترسهای خرافات رو ازشون گرفته که سوسک میشی، استغفرالله، اینا رو ما ازشون گرفتیم. اینا خیلی مهمه. تابو شکنی در یک فرهنگی بسیار مهمه. تابوهاست که یک فرهنگ رو مستبد و دیکتاتور نگه میداره. و در کنارش هم وقتی باز میکنی دموکراسی یعنی چی، سکولاریسم یعنی چی، لائیسیته یعنی چی. لائیسیته که نمیاد به زور از تو بگیره. ایناست که مردم کم کم متوجه میشن که خب اگه فردا دموکراسی بشه، چون حتی متدینی نمیخوان که دیگه دین وارد سیاست بشه، اما نواندیش دینی و اصلاح طلب میخواد اینو. اینو باید با حواسمون جمع باشه. اما مردم عادی میگن اصلا اسم دینم دیگه نرین تو سیاست، ما ایدئولوژی نمیخوایم تو سیاست. اما نواندیش دینی، نهضت ملی، اینا اسلامی هست، اصلاح طلب ها، و اینا سرخورده های اون حکومتی هم هستن. اینا میخوان به قدرت رو به دست داشته باشن.
ایناست که ما باید یک سیاست مدار، من که ادعای سیاست مداری ندارم، من فقط تحلیل روانشناسی میکنم، شما مدعیان سیاست مدار باید اینا رو بیاین تحلیل کنید برای ملت، نه اینکه تحریف کنید، نه اینکه بخواید تخریب کنید. اینجاست که این یه قشر خاکستری، این قشر خاکستری شما تو عاشورا خودشو نشون داد. خدا نور بچه رفت به یک جای نوجوانه توی عاشورا رفت عین خدا، خدا نور نشست و اون فکر کنم ستون برقه دستش گرفت. یعنی سمبل خدا نور رو در عاشورا ما میبینیم. کجای همچین فرهنگی رو میبینیم؟ اینا بزرگه، اینا کوچیک نیستش که. پرچم آمریکا و سوئد و سوئد و به خاطر قرآن سوزوندن، سوئد و آمریکا و اسرائیل و مردم نرفتن روش را برن. اینا بزرگه. این یعنی فهم یک ملت، این یعنی امت داره میریزه، امت داره کمرنگ میشه، ملت داره بزرگ میشه. و مسئله ملیت، این ملت و ایران براشون، برای اقشار مردم بسیار مهمه که ما نمیخوایم جنگ داخل. بابا از این اتنیکا تو همین کلاپاس اومدن تهدید کردن که جنگ رو میندازیم اگر که فدرالیست نشه. ایناست که مردم الان اهمیت میدن به تمامیت ارضی. اون یکی که میاد میگه جهان شمول، تموم شد. آقا کدوم کشور کمونیست میخواد الان؟ قرن 21 ایم، کجا میرین؟ کجاها گیر کردید؟ اینجاست که مردم رو باید خیلی خیلی جدی بگیم. دختر قاسم رو، فاطمه قاسم سلیمانی رو برداشتن آوردن، ببخشید قاسم سلیمانی رو، شما نگاه کنید با اون میکاپش، با اون حرفاش گند زد رفت. خود امتی ها هم اعتراض کردن بهش. تازه یه خرابکاری های دیگه هم کرد که خیلی صدا رو پاش کرد، که به حساب باباشی که از اشرار رو مدت ها می آورده خونش، و بعد میشسته فیلم های آمریکایی نگاه میکردیم با هم دیگه، همه خانوادگی عاشق فیلم های آمریکایی بود، همه مارکاشون هم که برند آمریکاییه. این اتفاقاتی که در جامعه ما داره میفته از نظر جامعه شناسی اتفاقات بزرگه. ببینید یه چیزی که خیلی خیلی ظریفه، اکثر بچه هایی که از دست دادیم، چه در زندان هستن چه تو بعد از مهسا از دست دادیم، پسرا به خصوص، اسامیشون مذهبیه. اینجا رو دقت کنید، جامعه قبل از مهسا حتی برای 10 سال 15 سال 20 سال پیش این چنین فکر نمی کرد. اسم پسرشو علی رضا و محمد رضا و مجید رضا و این چیزا میذاشت. اما پسا مهسا به یک باره مردم یک دفعه انگار که از یک خواب عمیق ترسناک و ناامیدی یه دفعه بیدار شد. جامعه ای در داخل ایران داره میره جلو. اینجاست که ما خارج نشین ها باید همراه جامعه ایران باشیم و سعی بر وصل کردن باشیم و نفس کردن. بسیار عالی. حالا من یه چند تا نکته بگم و یه سوال. یکی این که راجب آلمان صحبت کردین و این فرهنگ سازی که میکنن راجب اتفاقات جنگ های جهانی به نوعی، یه تجربه جالبی که من داشتم اینه که با یه دوست آلمانی صحبت میکردم، حالا یادم نیست، یه محصولی رو مثلا من گفتم این برند چون آلمانیه من بیشتر بهش اعتماد دارم، گفت خیلی اعتماد نکن، ما دوتا جنگ جهانی زیر سر ماست، خیلی اعتماد نکن. یعنی کاملا این گیلت باهاشون هست و اوپن باز راجبش صحبت میکنن. بعد راجب اون کلاس درسه که گفتیم بابک، بیشتر منظور همونطوری گفتم آدمایی که اصلا اولین بار دارن کار سیاسی میکنن، نه اونایی که به قول خانم میترا فسیلای 57 ان، اونا احتمالا کمترین تاثیر رو میگیرن، ولی اونهایی که تازه پا به میدون گذاشتن واقعا، حالا من خودم اصلا کلی یاد گرفتم و فکر میکنم خیلی های دیگه هم همینطور بوده راجبشون. و بعد اتفاقا یه چیزی که یاد گرفتیم اینه که به هیچ مدیایی شما نباید 100% اعتماد کنی. اصلا مدیا خاصیتشه به هر حال یک بنگاه درآمدزاییه، یک سری گرایش هایی داره، سرمایه گذاری میشه و همه اینها، پس شما همیشه باید با شک اینطوری باید نگاه کنی، محتواشو استفاده کنی، محتواهای جاهای دیگه هم استفاده کنی، خودت تحلیل کنی و نتیجه بگیری. و من فکر کنم این خودش یه درس بزرگی بود برای ما که حواسمون باشه هر چی که از مدیا میاد، هر مدیایی که باشه، باید با دید تردید بهش نگاه کرد.
و بعد این اتفاقات بزرگی که تو ایران داره میفته ایدئولوژی جمهوری اسلامی رو نشون میده که چقدر داره ضعیف میشه و جمهوری اسلامی اصلا بجز ایدئولوژیش مگه چیه؟ هیچی نیست. نه کارآمد بوده، نه زیر ساختی درست کرده، نه دستاوردی داشته، هیچی. فقط یک ایدئولوژیه که در نزد مردم هر روز داره کمرنگتر میشه و اتفاقا شما به حجم محتوای ضد به ویژه اسلام جمهوری اسلامی در شبکه‌های مجازی چقدر زیاد شده. اصلا یعنی واقعا یعنی شما دو تا ورق بزنی میرسی به یکیش. و جوون‌ها دارن این کارو میکنن، دارن این محتوا رو تولید میکنن. این نشون میده که چه تأثیر، من فکر نکنم تو هیچ فرهنگ دیگه‌ای در حال حاضر ما به اندازه ایرانی محتوای ضد ارزش جمهوری اسلامی و به طور کلی دینی ببینیم، که این به نظر من یه دستاورد خیلی بزرگه. و من یه مثالی زدم، گفتم اگر که ما بپذیریم اسلام در ایران زمین به وجود اومده، همون ایران هم داره جمعش میکنه یه جوری. برای همین اسمش من گذاشتم و ما گذاشتیم رنسانس، چون به واقع یک رنسانس اتفاق افتاد. آره، فقط با حواسمون باشه که این وسط یک سری جناهای گروهایی که مشخص تکلیفشون، اینا هم 57 میخواستن انقلاب رو به نفع غرب ستیزی مصادره کنن، هم امروز همه جای دنیا تا میبینن یه حرکتی میخوان بگیرن انرژیشو بزنن تو سر غرب. حواستمون باشه ما ایران داریم، ما ایرانمون رو میخوایم نجات بدیم. دقیقاً ایران ویران شده داریم و دقیقاً خاورمیانه نابود شد به خاطر جمهوری اسلامی. ببین افغانستان ریختن دوباره، آرشگاه‌های زنانه رو بستن، زنانی که تحصیل کرده بودن مجبور شدن لااقل از این طریق امرار معاش بکنن، اونم بستن. یعنی فاجعه. شما جمهوری اسلامی ببین چیکار که قبل از اینکه بایدن برن دو ارتش آمریکا بره و طالبان حمله بکنه، اینا در نماز جمعه تهران بودن، رهبران طالبان بوسه بر شانه و گونه همدیگه می‌زدن. اینا فاجعه است. داعش و پرورون، طالبان و پرورون، حزب الله رو پرورون. مسئولیت فردیمون رو فراموش نکنید. به اضافه اینه که اکثریت همین الیت های 57 و یا الیت های تخریب کننده رو، اینا اکثر مردم داخل کشور نه میشناسن نه اصلا اهمیت میدن بهشون. نه یعنی نباید اینا رو عددهای بزرگی کرد. اینا میخوان خودشون عدد باشن. تو دنیای کوکولنده خودشون رو خیلی بزرگ میبینن. چهار تا بهبا و چهچه هم که میشنوه دیگه خیلی باد میکنن. اینا آدم های بادکنکی هم. با یه سوزن هم اینا خالی میشن. تو خودشیفته اینجوریه. خودشیفته خودشو خیلی بزرگتر از اون چیزی که هست میبینه. من با خیلی هاشون شخصا صحبت کردم و با خیلی هاشون توی تلویزیون برنامه با هم داشتیم به فرد، یا توی کلاب هاوس بود یا توی سمینار ها با هم بود. یعنی با افراد مختلف اپوزیسیون لیدری تماس تقریبا مستقیم داشتم و صادقانه و شجاعانه بگم اکثریت به اتفاقشون، نمیگم همشون، ولی اکثریت به اتفاقشون مشکل بیماری لیتل دیکتاتور، دیکتاتور کوچولو، قلدر و خودشیفتگی دارن. به همین دلیله که در تلویزیون گفتم من حاضرم کاملا هم کانفیدنشیال و محرمانه باشه و اصلا هم و هیچ بهایی هم احتیاج نیست بدید. بیایید باید دوباره سازی کنید، خودتون رو پیدا کنید. خودشیفته هستی خانم آقا، مشکل دارید، این جدیه این مسئله. ولی بهشون برخورد اتفاقا به جای اینکه به متوجه بشن، چون اصلا مسئله فرد نبود، افراد نه فرد. اما یک بارم من یک جلسه زوم داشتم، گروهی بود، با خود شاهزاده رضا پهلوی بود. هم حضوری دیدمش، یعنی حضوری که یعنی زوم، و هم همیشه سعی کردم از طفولتش ریسرچ کنم تا بعد از اینکه اومد خارج از کشور، تمام سخنرانی و تمام فعالیت‌هاشو سعی کردم نگاه کنم عدید روانشناسی واقعا به این فرد نگاه میکنم. من تا به حال، چرا کلمه تا به حال استفاده میکنم؟ برای خودم استفاده میکنم، چون انسانه، انسان میتونه تغییر کنه. ولی تا به حال در طول زندگیش، در طول سخنرانی و صحبتاش، کوچکترین خودشیفتگی من تو این فرد ندید. به همین دلیله که من فکر میکنم شخصیت مهمیه برای ما، برای گذار مفید از جمهوری اسلام. بهترین پتانسیل یک خودشیفته نیست، خود بزرگ بین نیست،
علنا هم میگه من اصلا جمهوری خواهم. صادقانه 2018 برگشت گفت اصلا خونه نمیدونم سلطنت توی من نیست. یعنی با این همه صحبت‌های صادقانه‌ای که می‌کنه و دغدغه‌مند ایران ایرانیه، خیلی راحت میتونست بره واسه خودش بهترین زندگیشو داشته باشه، ولی نکرده این کارو. و همچنان پیمان همکاری اومد، پیمان نوین اومد. یادم چند تا هم تو برنامه تلویزیونی گفتم پیمان نوین برای من مهم بود که حال چی، حالا قبل از مهسا بود، چقدر پیمان نوین مهم بود، چون از همه طرف سعی کرد جمع بکنه در کنار یکدیگر. اما چه کردن؟ راست و چپ اتنیک و راست و چپ رادیکال بر علیه صحبت. او چرا اونو آوردی، او چرا اینو آورد. دوباره یه شورای دیگه، دوباره اینا همه همون دانشگاهی که من دارم میگم. این یک دانشگاه بود برای ما که تک تک و نگاه کنیم ببینیم چه اعدادی هستن، چه شخصیت‌هایی هستن و چقدر دغدغه‌مند هستن و چقدر نیستند. چقدر به فکر فردای کرسی هستن، چقدر متعصبن، چقدر کمشعورن، چقدر باشعورن، چقدر باخردن، چقدر فرهیختن. فرد فرد من دائما میرم فقط تحلیلای روانشناسی بکنم رو افراد و احزاب. و این تنها فردیه که به نظر من تا به حال من ازش خودشیفتگی ندیدم و همیشه گفتم ای مردم بهراستید از این خودشیفتگان. اینا خطرناک های فردای دیکتاتوری هستن. و اگر یک فردی تا به حال نتونسته، شوخی که نیستش، 45 سال این از خودش خودشیفتگی نشون نداده. من فکر میکنم سوفار تا حالا یک امتحانی رو پاس کرده. حالا فردا رو من نمیتونم، اما تا به حال که ندیدیم ازش. پس این ارزشمنده. به عنوان یک پتانسیال ازش استفاده کنید، تخریبش نکنید. تیشه به ریشه انقلاب مهسا نزنید. فردای ایران رو مردم داخل ایران تصمیم میگیرن در اون صندوق. نیا ای چپ و ای راست کم شعور و بی دغدغه‌مند ایران و ایران بانوی ویران ما، تخریب نکن. سعی کنیم ببینیم چطور میتونیم در کنار هم دیگه قرار بگیرید تا بتونید ایران رو از این آدم خورها نجات بدید. اما تا به حال که یا تجدیدی آوردید یا رفوزه شدید، لااقل از حالا به بعد از اشتباهات یکدیگر بیاموزید. از شاهزاده رضا پهلوی میگم تا چپ و راست و اتنیک دارم میگم، فرق نمیکنه. الان باید تلاش بکنه. ایشون که تلاش خودشو کرد به هر حال و اونجایی که شاید خیلی تلاش های دیگه هم میتونه بکنه. امیدوارم که یک همچین اتفاقی بیفته که ایران ما نجات پیدا کنه. سوفار متاسفانه از کسانی که بولد هستن من متاسفانه دیکتاتوری و استبداد میبینم. شما نگاه کنید وقتی صحبت میکنن برای تخریب دیگری، ببینید چقدر قلدرن، چقدر مستبدن، با چه دیکتاتوری صحبت میکنه، با چه تنفری صحبت میکنه، با چه حس انتقامجویی صحبت میکنه. به این میتونی تو اعتماد بکنی؟ من روانشناس که اصلا بهش نمیتونم اعتماد کنم که کارم و تخصصم. نکن به این افراد اعتماد نکن. اینا دلسوز فردای ایران امروز و فردای ایران و مهر پیشانی در تاریخ نوشته خواهد شد و تک تک پیشانی همه ما. من یه سوال بپرسم، پادشاه‌ها هستین شما که همچین کردیتیو به رضا پهلوی دادین؟ من نه پادشاهی خواهم و نه جمهوری خواهم. من یک آزادی خواهی هستم که فردای ایران دموکراتیک سکولار لائیسیته هر حکومت پادشاهی پارلمانی یا جمهوری پارلمانی به شرطی که دموکراتیک باشه و سکولار لائیسیته داشته باشه برای من اصلا فرمش برد. اوکی، من اینو فهم خواستم بپرسم که حالا بینندگان برنامه بدونن، حالا حداقل اون جهتگیری سیاسیتون رو بدونن به چه صورتی که یه وقت سوء برداشت نشه. من به هیچ بنابنده تعصب ندارم. آره که مثلا پادشاهی خواه هستن یا نمیدونم سلطنت طلب هستن، به خاطر همین اومدن گفتن که مثلا رضا پهلوی یا شاهزاده رضا پهلوی همچین شخصیتی داره. خیلی من خیلی برام جالب بود که شما اینجوری نام بردین، چون اکثر آدما رو دروایسی میکنن. نه من همیشه نام بردم. همیشه نام بردم. ببینید اگه دقت کنید حتی پادشاهی خواهان قبل از مهسا بیشتر خودشون رو سلطنت طلب اعلام کرد. نمیدونستن فرقش خیلی زیاد نمیدونستن. مردم عادی هم نمیدونستن فرقش. الان اکثریت میگن ما پادشاهی پارلمانی حتی میخوان. تعداد قلیلی موندن به سلطنت طلب ها. یه سری هم نفوذی مخصوصا میگن سلطنت. اینا نفوذی جمهوری اسلامی هست. برای تا
قرن 21 برای دیدن یک همچین حکومت‌های دموکراتیک جهانی که ما باید خیلی متفاوت الان فکر بکنیم دیگه طبیعتاً. و اینجا حالا این تیکه خیلی مهمه. کسانی که میخوان تخریب کنن وقتی میخوان نام پادشاهی خواه بزنن میگن سلطنت طلب ها، در صورتی که اکثریت سلطنت طلب ها نمیگن دیگه به خودشون سلطنت طلب. آزادی خواهان واقعی، کسانی که دموکراسی رو فهمیدن، میگن ما پادشاهی خواه پارلمانی هستیم. یا مثل بابک میگه مشروطه خواه. بابک مشروطه خواه دیگه، منظور همون پادشاهی پارلمانی. پادشاهی پارلمانی، آره. حالا این مشروطه پارلمانی میتونه جمهوری باشه، میتونه پادشاهی باشه، فرق نمیکنه برای من و تو. ما میخوایم دموکراسی تو کشورمون. اکثر اینا هم تو کشور پادشاهی خواهد زندگی میکنه. و مورد هم همینه که من خودم، حالا به هر حال دوستان میدونم بینند که من خودم پادشاهی خواهم، اما همون پادشاهی پارلمانی هم توضیح خواهم دکتر داد. اما یک چیزی به خودم گفتم و تا الانم سعی کردم سر اون موضع خودم بمونه، سر قضیه مهسا. یعنی من گرایش سیاسیمو واقعا حداقل برای خودم که اینطوری بوده گذاشتمش تو اتاق خونه. یعنی از در خونه که من میرم بیرون در تجمعات و اینای قرار میگیرم، اصلا برام فرقی نمیکنه این چپه اون راسته این بالاست اون پایینه، در همشون تا اونجا که تونستم شرکت کردم. یعنی اصلا بیشترین تجمعاتی هم که شرکت کردم اتفاقا طیفی از بچه‌ها بودن که جمهوری خواهن عملا. یعنی خودم با مشروطه خواه و پادشاهی خواه زیاد در بین اونا نبودم، بیشتر تو این طرف بودم عملا. اما اونم دلیلش اینه که گرایش سیاسی خودم، علاقه‌ای که دارم و گذاشتم تو اتاق خونه خودم تا زمانی که جمهوری اسلامی براندازی بشه. منظورم در اون شرایط خیابانیه، در اون به اون صورت عملی که دارم انجام میدم. خب طبیعتا تو برنامه‌ای که میسازم شاید یه جایی هم بیام دفاع از مشروطه پارلمانی هم بکنم، این قضیه فرق میکنه. اما در خیابان فقط یک براندازم، همین. برای من خیلی جالب بود این صحبتی که شما کردین و اون از بعد روانشناسی بود. راستش من این نوع حتی از عکسایی که بعضن شاهزاده در کنار سران اپوزیشن دیگه یا فعالها میگرفت هم در میافت، احساس میکردم. من پیشنهاد میکنم برن دوستان فقط یه سرچ بکنم ببینن عکسایی که دیگران اپوزیشن ها در کنار مثلا رضا پهلوی گرفتن و تفاوت چهره اینا رو ببینین، که مثلا یه آدمی به نظر میاد خیلی خودشو، یه لبخندی داره و خیلی شل وایساده، و آدمایی که احساس میشه کرد که اینا توی یه قالبی رفتن، خودشونو گرفتن. و همینم برای من یه ذره پس زننده بود. و واقعا من فکر کنم ما به عنوان مردمی که من جمهوری خواهم اینو بگم، ولی به عنوان یه جمهوری خواه من فکر میکنم ما به عنوان مردمی که کشورمون اینقدر شرایطش وخیمه، پتانسیل خیلی بزرگی داریم. خیلی از کشورهایی که شبیه ما اصلا ندارن اینو، که باید ازش استفاده کنیم برای گذار، که همون در واقع شاهزاده رضا پهلویه. چون فقط به یک دلیل، من حالا مثل شما خب روانشناسی اینا رو که نمیدونم، ولی فقط به یک دلیل اگر بخوام بگم، دلیل در واقع پایگاه بسیار بزرگتری که ایشون داره نسبت به باقی اپوزیشن و همه این سالهایی که همیشه برانداز جمهوری اسلامی بوده. از روز اول شما اگه مثلا ویدیو 30 سال پیشم ببینی، حرفایی که میزده با الان خیلی فرق نمیکنه. و جالبه که وقتی حرفاشو گوش میکنی میگی ای این دقیقاً رو چیزی که ما الان بهش رسیدیم، الان ما بهش رسیدیم. مجموعه اینا نشون میده که ایشون جای درستی همیشه وایساده بوده تو همین سالها. بله بله، در کنار اون پایگاه خیلی بزرگ، پتانسیل خیلی خوبیه. اگر ما واقعا دلسوز هستیم، به ایران داریم فکر میکنیم، منافع جنایی نداریم، واقعا از این استفاده کنیم، نقد بکنیم، بهش کمک کنیم، نقدش کنیم، بگیم آقا اینجا به نظر ما این بود، نظر ما راجع به این موضوع اینه، این کسی بحث دیگری است، ولی ازش استفاده کنیم، نخواهیم پسش بزنیم، چون نداریم کسی دیگه ای که مثل ایشون بخواد باشه که کمک کنه به این گذار ما. به نظر ما دقیقا. ببینید من یادم تو یکی از اتاقا داشتن الیت ها، به قول خودشون الیت هستن، صحبتی که من شنیدم واقعا از یوتیوب داشتم گوشم، واقعا متاسف شدم از اینی که میگفتن به خاطر پدر و جنایت های پدر و پدر بزرگش باید بیاد جوابگو باشه. کدوم قانون حقوق بشر اینجوری صحبت میکنه که اینا تحصیل کرده ها
ولی به خاطر مخالفتشون گیرای این چنینی میدن. یا اینکه به فرض چرا مثلا با خانمش میرقصید، یعنی اصلا اینا تو دنیای غرب دارن زندگی میکنن، اصلا نمیدونن که یک پادشاه، یک رئیس جمهور، یک وزیر وقتی میره خونهش، شوهره، زنه، آدم، پدر، مادره، خواهره، برادره، باید این باشه. دنیا قرن 21مه. یعنی ایرادهای بنی اسرائیلی که اینا میگیرن، اینا خیلی برای من مهمه. ببینید جامعه جهانی میشناستش، این مهم. داخل کشور مردم با اتفاقاتی که در کشور افتاد و جمهوری ننگین واقعا اسلامی اومد، این بلا رو سر ایران و ایران ما آورد و خاورمیانه آورد، مردم وقتی نگاه میکنن میبینن خب اگر که اتفاق انقلاب نمیشد ما کجا بودیم، اینجوری نگاه میکنن. حالا من که نمیگم مدینه فاضله بود، ما نقد دین و نقد سیاسی نداشتیم، یه واقعیت بود، ولی نمیتونی الان بشینی بگی اون موقع باید شاه اینجوری میکرد. و اگه اینجوری میکرد جامعه مذهبی بود، شریعتی رو شما داشتید، آل احمد رو داشتید، شما این کائنا رو داشتید، نواندیشان دینی و روشنفکر دینی. اصلا روشنفکر دینی نمیشه با یک همچین جامعه. چطور میتونید الان بشینید تحلیل این چنینی بکنید که او باید این کی میکرد و اون آن میکرد؟ آیا خودتو اگر بودی جاش چیکار میکرد؟ یعنی انقدر برای خودشون تحلیلشون مهمه، در صورتی که با عمق تحلیل که نگاه میکنی ببینی واقعیت جامعه شناسی رو نداره، واقعیت خلوص نیت رو نداره، فقط تخریب داره این وسط. و همین دلیل جامعه خارجی میشناستش خیلی خوب. زندگی نامه 60 خورده ای سال 60 سالگیش کاملا مشخصه، هیچ چیز پنهان نداره، مهمه. صحبتایی که کرده یک بار انگ به چپ و راست و اتنیک نزده، کاری که همه شماها دارین میکنید. با حرمت در مورد همه چیز صحبت میکنه و حواستش جمعه که هزینه کمتر ایران بده تا بتونه به فردای ایران برسه. اینا مسائل بسیار مهم یک شخصیت سالمه و نه شخصیت خودفروخته و یا پروژه بگیر و یا هدفمند. اینا فرقش خیلی خیلی زیاده. درایت اینه که ما هزینه ندیم. به همین دلیلی که من میگم تا به حال من تنها فردی رو که دیدم که از نظر دیدگاه روانشناسی واقعا میشه بهش اعتماد کرد و نه اینکه صدای پای فاشیست میآید. فاشیست میآید، فردا میشه فاشیستی استبداد محمد رضا شاه و رضا شاهی. بابا قرن 21 کجای کارین شماها؟ این حرفاست که تفرقه انداخت. این صحبت‌های تخریبی است که مردم رو ضعیف‌تر کرد از نظر حالت شور انقلابیشون و این ننگ بر پیشانی تک تک. ما طبیعتاً باید جمهوری خواه، ما فردای ایران باید چپ باشه، راست باشه، مدریت باشه، میانه رو باشه، همه چی ما باید داشت، کمونیستش باشه، همه چی باید داشته باشه تا به دموکراسی. یعنی همین دیگه. ببینید یکی از بزرگترین مشکل ما در داخل کشور و خارج از کشور اینه که در قرن 21 ما چپ و راست مدرن نداریم، ما چپ و راست فسیلی قدیمی داریم. چپ و راست مدرن متفاوت فکر میکنه در دنیای غرب، اما چپ و راست فسیلی 57 فکر میکنه. اینجاست که ما گیر کردیم، اینه که چپ و راست مدرن و متعادل باید درس بده چپ یعنی چی، راست یعنی چی، سکولار دموکراتیک یعنی چی، لیبرال یعنی چی، این یعنی چی، آن یعنی چی. به جای این متاسفانه چماق تو دستش، به جای اینکه درس بدن چماق تو دستشون گرفتن. اون به اون میگه لومپن، اون به اون میگه فاشیست، اون به اون میگه تجزیه. یعنی اصلا فاجعه درست کردن تو این 10 ماهه. سوپر گندو زدن، اما الان هنوز دیگه نشده. الان وقتشه که درس رو بیاموزن، اعتراف بکنه، حداقل به خودت و به وجدان خودت اعتراف کن که تو فار رفتی، خیلی افراطی رفتی، خراب کردی، شدی دم خروس. الان فرصته خودتو نجات بده، ایران رو نجات بده، دست در دست هم با هم بستگی، دوباره سازی فرهنگی و فرهنگ هم بستگی. اینجاست که ما هر چقدر میتونیم سعی کنیم تعصب فردیمون رو کنار بذاریم. تعصب فردیمون رو، من تعصب هر برگردم نگاه کنم ببینم به چه چیزی تعصب دارم، به چه شخصی تعصب دارم، به هر چیز و هر عقیده و هر حزب و هر چی تعصبم رو زیر پام له کنم، تعصب عقیدتیم و فرهنگیم و همه چیم، تا بتونم انسان آزاده باشم، تا معنی آزادگی رو بفهمم.
در غیر این صورت مثل صحبتی کردیم معنی زن زندگی آزادی رو نمیتونم بفهمم. اون وقتی که من میتونم رشد بکنم، احساس مسئولیت‌های فردی میشه مسئولیت‌های جمعی. این فردها بودن که جمع شدن یک همچین اتفاقی پس منسا افتاد و اینو ما دوباره باید نشون بدیم به دنیای غرب و به دنیای درون خودمون و به جمهوری اسلامی نشون بدیم که ما هستیم، شما نبودید. ببین در خود اصولگراها و اصلاح طلبها، من میرم الان زیاد توی کلاب هاوس نیستم، میرم از طریق یوتیوب که بتونم تحلیلشون بکنم، جا زدن. حتی اصولگراها الان دارن بر علیه، دو سال پیش چقدر من محدود رو دوام کردم، گلدونای بیرون خونم اومدن یه شبه سوزوندن که ریشت رو میسوزونی، چقدر تهدید 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 توی کلاب هاوس علنا هستن. هادیه یارو چی اسمش، فرهاد چی اسمش، شیخ فرهاد، آره شیخ فرهاد، من رو اصلا میدونیم آشپزخونه دست راست یا دست چپ، اما الان دارن چرا اصلا چرا رسولی هوار هوار زد سر من دو سال پیش که چرا نگفتی امام خمینی، چرا نگفتی آیت الله خامنه ای، قش کرد زف کرد. الان خودشون دارن نقد میکنن، کار خرابه، اینا میدونن کارشون خرابه. و همین دلیله که امیدوارم یک شورای ملی با رهبریت، به ما اگه رهبریت نداشته باشیم، احتیاج به رهبریت شورایی داره، مهمه این مسئله. مردم قدرتشون بیشتر میشه، اعتمادشون بیشتر میشه و حس انقلابی به آدم به انسان ها دست میده. منابع هم بهتر مدیریت میشه اساسا، انرژی ها به هدر نمیره. و دقیقاً و دقیقاً دقیقاً مشخصه که هستن کسانی که میخوان بیان، هستن چه داخل کشور چه خارج از کشور، یعنی برنامه مشخصه. این برنامه رو جمهوری اسلامی خرابش میکنه. آقایون خانمای راست و چپ اتنیک، جمهوری اسلامی نمیخواد یه همچین برنامه به وجود بیاد، بلکه این برنامه نهایت جمهوری اسلامیه. وقتی یک حرکت برنامه ریزی شده باشه، مردم میرزن تو خیابون، میدانی میشه. و این کاری که خمینی کرد، خمینی میدانیش کرد با وعده های خدعه اسلامیش. الان که خب داریم میریم به سمت سالگرد، من احساس کنم کم کم انرژی ها داره میاد بالا، کم کم آدم ها دوباره دارن شروع میکنن. ولی حالا به هر حال ما میخواییم اینو داشته باشیم برای زمانی که اگر دوباره دوچار رکود شدیم، چون انقلاب موج سینوسیه دیگه، یه جایی به اوجش میرسه میزنه در واقع سیستم رو سرنگون میکنه، ولی تا قبل از اون موج سینوسیه. و یه وقتایی که پایین میاد، دوچار رکود میشه، تو ایران مردم کمتر در واقع حضور دارن، ما چی کار کنیم که این فضا رو علاوه روانی حفظ کنیم، آدما ناامید نشن؟ و بعد به ویژه حالا تو ایران که مردم درگیرن دیگه، و همچنین در خارج از کشور، به هر حال ما همچنان میتونیم در زمانهایی که رکود هست بیایم بیرون، ابراز وجود کنیم، صداشون رو برسونیم و همه اینها. چجوری این فضا رو حفظ کنیم مردم نرن نشینه خونهاشون؟ ببین سام عزیزم، اولا که همش 10 ماهه و بالا پایین شدن هر تاریخ رو وقتی میخونه، انقلابات تاریخ بالا پایین شدن تا تونستن برسن، یعنی اصلا عجیب غریب نیست. منتها چون ما نمیدونیم فکر میکنیم وای دیگه تموم شد، همه رفتن تو خونهاشون، در صورتی که این چنین نیست. دوم، در داخل کشور با اتفاقاتی که داره میفته، از دیارو سقطی رسیدیم به سقطی، تو این توی عاشورا این اتفاق افتاد، فیلماشون اومد بیرون که روابط جنسی دارن و اینا میان سر حجاب چه بلاهایی سر مردم میان. این اتفاقاتی که داره بیشتر و بیشتر میشه، خط فقر داره بیشتر و بیشتر میشه، اجحاف داره بیشتر میشه، رانتخاری ها بیشتر میشه، فیلمایی که درست کردن که داره پلجه داره میره، بعد یه دفعه شربت امام حسین خورد خوب شد، این مسخره بازیار حتی امتی ها میخندن. یعنی انقدر بدبخت و رذل شده جمهوری اسلامی و صدا و سیما که دیگه کشش نداره که بتونه این مغز خالی هیچی نداره خود به فکر بندازه. یعنی بیشتر خودشون تیشه به ریشه خودشون دارن میزنن، به اضافه ریزش های بسیار جدی که داره میشه. یه سری از ریزش ها علنی نیست، اینو حواس همه جمع باشه، خیلی چیزا رو که نمیشه علنا صحبت کرد چون جمهوری اسلامی سوء استفاده میکنه. پس مردم نباید ناامید باشن. مردم داخل کشور ما آتشی است که شعلش روز به روز داره بیشتر میشه، عاشورا رو نشون دادن به خصوص، و خاکسترش داره خفیف‌تر میشه. این مردم داخل کشور هست، برای اینکه خود جمهوری اسلامی داره خیلی تیشه هم میزنه و به این ریشه ها بیشتر داره
یعنی انقدر گمگشته شده جمهوری اسلامی امتی، انقدر گمگشته شدن که واقعا نمیدونن چه خاکی به سرشون برسن و همین دلیل خرابکاری بیشتر میکنن. از درونم تازه خیلی همدیگر رو دارن لو میدن با فیلمایی که میارن بیرون. یعنی این اتفاقات خوبیه. روی سخنم به کسانیه که فوراً میان گندش میکنن و شلوغش میکنن که رفته با سپاه، رفته با این و رفته با اون. به قول انگلیسی ها just shut up. نشستی خارج از کشور، هزینه رو باید هر چقدر میشه کمتر کرد. هر چقدر میشه. در تمام انقلابات دنیا، نه حتی هیتلر، ارتش هیتلر، دیدید که با ارتش هیتلر چه کردن؟ سرامشون رو گرفتن. نمیشه که با اگر کسانی دستشون در خون نیست، باید بدونن که فردا جانشان و جان مرد خانوادهشون در امان هست اگر دستشون در خون نیست و در آینده نمیره در خون. اونا وقت محاکمه باید بشن، اونا که دستشون در اینا باید جا بیفته واسهشون تا ریزش بیشتر بشه. مسئله یه بزرگتر دیگه اینجا اینه که مردم خیلی عصبانی هن. مردم داخل کشور دادخواهن، داغونن. و الان میبینید با عمامه پرانی خیلی خوب بود. عمامه پرانی رو چقدر اومدن ایراد گرفتن. عمامه پرانی یکی از بزرگترین حرکت‌های مدنی بود اتفاقا، که ما دیگه این عمامه و دین در حکومت رو نمیخوان. شماها فاسدید. و الان خودشون دارن اعتراف میکنن در تلویزیون جمهوری اسلامی، میگن عبا و عمامه‌مون رو میذاریم زیر بغلمون، تو ساکمون میریم بیرون، میترسیم. Good. This is the reverse psychology. 45 سال از سینما رکس آبادان کشتید و سوزوندید و تهدید کردید و ترساندید، حال باید بترسید. اما نباید بگیم فردا تمام اون تیر برقا، چراغ برقا اعدامای شماست. اینا حرفای جمهوری اسلامی میزنه و یه مش متعصب بیشور. مردم ایران از نظر تاریخی دارم میگم، مردم ایران صلح پذیرترن، صلح رو بیشتر میخوان. مردم داخل کشور ما عراق رو دیدن، جنگ ایران و عراق رو دیدن، جنگ سوریه و یمن هم دیدن، نمیخوان جنگ بشه، از جنگ بیزارن. ولی education، آموزش درست، این آموزش که ما رو به صلح میکشونه تا به خشونت. خیلی راحت این دو راه انسان میتونه انتخاب بکنه. این دست الیت هاست و مدعیانه که اول خودشون آموزش ببینن، شستشوی روانی خودشونو بدن تا بتونن به ملت آموزش بدن. مردم خیلی آگاهن، اصلا اینا رو جدی نگیریم. این ده ماه خیلی چیزا رو شد، فاند ها هم که رو شد دیگه، چه میلیون میلیون فاند گرفتن. اینا مهمه. من همیشه گفتم اگر سیاسی هستی، صداقت و شجاعت باید حرف اول وقت رو بزن. و مردم داخل کشور و خارج از کشور بزرگترین درستی که از این انقلاب مهسا امینی جینای ایران گرفتن، من سیاسی هست. اینو مردم هم کن و اینو باید بزرگش کنیم، برای اینکه همچنان در خاورمیانه مردم میگن ما که سیاسی نیستیم، اما ایرانی فهمید که باید سیاسی باشه. برای اینکه اکسیژنی هم که داره تنفس میکنه در هر کشوری به سیستم اون کشورش ربط داره، به سیاست اون کشورش ربط. دقیقا من فکر کنم اصلا ما تو این زمینه از خیلی از کشورهای غربی هم مردم جلوترن. بسیار. بی خودی ای نگیم تمدن قدیم، از تمدن قدیممون لذت ببریم، بیاموزیم، افتخار بکنیم، اما برای حال و آینده بهترمون بجنگیم. ما نمیخوایم که به عقب برگردیم، ما میخوایم حال و آینده بهتری درست کنیم. قرن 21. ما از انقلاب مهسا امینی و ژینای ایران صحبت کردیم، از بچه‌های دهه آخر دهه 70 و دهه 80 و دهه 90. ببینید دهه 90 هم آمد بچه‌های کوچولو کلیپشو دیدی رو سریشو میکوبیدن رو زمین، سه تا بچه دختر بچه. یا مرگ بر دیکتاتور آزادی رو میگفتن بچه دو سه ساله در بالکن. این اتفاقات بزرگیه. از نیکاها گفتیم که دندون تو دهنش نبود وقتی که داشتن میشستنش. از ساریناها گفتیم و از مرشاد و از همه این عزیزان که از نوید افکاری عزیزمون لیست داری، ای جمهوری ناشرف خونخوار و آدمخوار اسلامی، لیست داری بر اون پیشونی ننگین. از سارینای عزیزمون که یکی از بهترین تحلیلگرای سیاسی به نظر من بود، یک بچه 13 ساله 16 ساله
چقدر زیبا جامعه داخل کشورمون رو تحلیل میکرد که شما مدعیان خارج از کشور بسیار عقبید، از این بچه های دهه 80 باید بیاموزید. در آخر برنامه مون چقدر خوبه که صدای سارینا یک تحلیلگر به واقع بین رو از جامعه ایران بگیم، فریاد بچه های دهه 80 و نسل حال و نسل آینده رو بگیم که هویت و لیاقتشون رو اعلام کردن و فریاد زدن و رفتن زیر شکنجه و تجاوز زیر خروارها خاک و یا همچنان در زندان ها هستن. با یاد این عزیزان از دست رفته، از سینمارکس آبادان تا اون مدرسه بالای پشتبان مدرسه، تا دهه 60 تا دهه 70 و 80 و 90 و 1400 و تا به حال، به یاد تمام عزیزانی که از دست دادیم، به دست حکومت اسلامی زن زندگی آزادی صدای سارینا داشتن. دختری بود از جنس قم، نمیدانم شاید هم ان، در کل هر خطی که بود نمیداند چه بنویسد، از کجا بنویسد، چگونه بنویسد. بیرون بگذار هر یخی بیرون را با علامت سوال اقام کنند یا به خیر. او حتی دیگر آهنگ مناسبی برای ارزای روحش هم نمیافت. آهنگ هایی که برای اشجا میداد هم ماهیت خودشان را رها کرده بودند. زندگی در جدیدی به سویش باز کرده بود، نموده کش هایش را گم کرده بود. تکیه به تکیه دندانهایش رو کند، عشق ششمانش را، گوشت های اضافی انگشتانش را، ناخونهایش را دانه به دانه و در وحله آخر موهایش رو کوتاه کرد تا بند کفشهایش رو بمند. به راه افتاد به دنبال روشنایی، به دنبال نور، پرتو نور. گامهایش بلند بود، کم کم دوید تا بتواند سریع تر معنا را پیدا کند. معنای چه؟ نور یا زندگی؟ یا هر دو؟ آیا هر دو به یک معنا هستند؟ پرتو محراب رو پیدا کرد، ایستاد، زنش رو پایین آورد، کفشایش به تن بود. هدون خرک زندگی کرده بود. خیلی ممنون خانم دکتر عزیز که با ما بودید. امیدوارم بتونیم تو برنامه های دیگه هم بازم در خدمت شما باشیم. سپاسگزارم از وجود شما و تمام دلگرمی هایی که عملا خود شما به ما. ممنونم از خودت بابک جان، از تو سم عزیزم، از اینکه بی تفاوت نیستیم و تلاش میکنیم برای آزادی کشورمون. ما که ایران برو برگرد نیستیم، اما دغدغه مند ایران بانوی من است. این ممنونم از هر دو شما و همه عزیزم. منم خیلی تشکر میکنم ازتون، واقعا افتخار دادین که اومدین توی این برنامه و خیلی هم یاد گرفتیم و استفاده کردیم. سپاس از بیننده های برای میهن که ما رو میبینن و تا برنامه بعد بدرود. یه چیز من یادم رفت بگم، طبق روال برنامه رو اینجور سنگین شروع کردیم. دوستان لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. تا برنامه بعدم بدرود.